شما شاگردان صنف هشتم، امروز درس دوم از فصل هفتم کیمیا صنف هشتم را در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این فصل در رابطه با تیزابها و القلی هاست که جلسه اول را ما با هم کار کردیم. امروز میخواییم ادامه مباحث تیزابها و القلی ها را با هم کار کنیم. اهداف درسی که ما و شما امروز میخواییم با هم یک جای کار کنیم، امروز خواص فیزیکی تیزابها را با هم کار خواهیم نمود و همچنان خواص کیمیاوی تیزابها را با هم یک جای کار میکنیم. با شروع درس امروز با ما همراه باشید. و اما خواص فیزیکی تیزابها چی است؟ از مهمترین خواص فیزیکی تیزابها ذایقه است که ترشمزه است. تیزابها دارای ذایقه ترش است و در مرکباتی مانند ماست، چکه، ترشی و رواش نیز یافت می شود. و انواع خوراکجات دیگری که دارای ذایقه ترش است، نمونه و مثال هایی از تیزاب می تواند باشد. ترش بودن تیزابها به دلیل وجود تیزاب سیتریک اسید می باشد که اگر از شما سوال شد در امتحانات، دلیل ترش بودن تیزاب ها چی است؟ تیزاب است به نام سیتریک اسید. و از جمله خواص فیزیکی دیگری که تیزاب ها دارد، دارای خاصیت تخریش کنندگی است، یعنی به انساج بدن و همچنان منسوجات آسیب می رساند. در صورت تماس مستقیم با تیزاب های با تیزاب ها باعث می شود که بر روی پوست دست انسان دچار تخریش شدگی شود و آسیب می رساند. از جمله تیزاب هایی که باعث تخریش می شود، شاگردان عزیز، مثال ها و نمونه هایش را بر روی تخته سیاه با هم نوشته می کنیم که شما باید یاد داشته باشید که در محیط های لابراتواری در هنگام کار کردن با این قسم تیزاب ها حتما نکات ایمنی را رعایت کنید. خب، نمونه و مثال های از این تیزاب ها HCl هست که هیدروژن کلوراید با آن گفته می شود. که از جمله قوی ترین تیزاب هاست در محیط های لابراتواری. همچنان تیزاب HBr که هیدرو برومیک اسید هم با آن گفته می شود. تیزاب H2SO4 که سلفوریک اسید با آن گفته می شود. تیزاب H3PO4 فسفوریک اسید.
و آخرین تیزابی که خاصیت تخریش کنندگی دارد HNO3 است که نامش نایتریک اسید است. هایدروژن کلوراید، هایدروبرومیک اسید، سلفوریک اسید، فسفوریک اسید و نایتریک اسید که فرمول هر کدامش برایتان نوشته شده است، از جمله مهمترین تیزاب هایی است که خاصیت تخریش کنندگی دارد و در هنگام استفاده از این قسم تیزاب ها باید حتما نکات ایمنی را رعایت کنید و حتما در محیط لابراتواری ای آزمایش ها یا فعالیت های عملی انجام شود. از تیزاب ها شاگردان عزیز دارای خاصیت زهری یا سمیستن که باز هم برای که مستقیمن با قسم تیزاب ها شما سر و کار داشته باشین بسیار خطرناک است و باید از وسایل مخصوص استفاده کنید در محیط لابراتواری. تیزاب هایی که دارای خاصیت زهری می باشد دارای چنون علامتی بر روی بوتل هایی که به داخل آن محلول یک تیزاب هست قرار داده شده است که شما با مشاهده این علامت باعث می شود که شناسایی کنید که محلول یا تیزاب مورد نظر دارای خاصیت زهری یا سمی می باشد که در هنگام استفاده با آن حتما محتاط باشید و احتیاط کنید. و اما مهمترین تیزاب هایی که بیشتر ما در تعاملات کیمیاوی در محیط لابراتواری با آن سر و کار داریم چه قسمی؟ تیزاب ها هستند. نمونه و مثال های از آن را با هم کار میکنیم. از جمله تیزاب هایی که در مواد خوراکجاتی از جمله میوه‌جاتی مانند لیمو یافت میشود تیزاب سیتریک اسید است که شما فرمول مولکولی آن را هم بر روی تصویر مشاهده میکنید. تیزاب لکتیک از جمله مهمترین تیزاب هاست که در ساختار ماس یا چکه یافت می شود. در نوشابه ها یا نوشیدنی هایی که شما استفاده می کنید تیزاب وجود دارد به نام کاربونیک اسید که از جمله تیزاب هایی مهم است که در خوراکجاتی از جمله نوشیدنی های از جمله نوشابه ها یافت می شود. همچنان تیزاب سرکه هم از جمله تیزاب ها یا مرکبات تیزابی است که در ساختار سرکه یافت می شود و ما از آن در تهیه سالاد ها و انواع مواد غذایی دیگه استفاده می کنیم. تیزاب آسکاربیک هست که از جمله تیزاب های مهم است که باز هم در ساختار میوه‌جاتی از جمله مالته و همچنان لیمو یافت می شود که در ساختار آن ویتامین سی هم وجود دارد که بسیار برای بدن ما و شما مفید است و اشخاصی که دچار سرماخوردگی شده باشد هم از این ویتامین میتونن استفاده کنند که برای بهبودی آنها بسیار مناسب و خوب است. قبل از اینکه خواص کیمیاوی تیزاب ها را با هم آشنا شویم شاگرد ها باید لازم است که بدانیم چه قسمی میتونیم تیزاب ها را شناسایی کنیم. چون شناسایی تیزاب ها برای ما بسیار مهم است در محیط های لابراتواری میخواهیم یاد بگیریم که چه قسمی تیزاب ها شناسایی میشود. با هم بر روی تخت سیاه تشریح میکنیم که چه قسمی تیزاب ها را ما میتونیم شناسایی کنیم. خب برای تشخیص تیزاب ها شاگردان عزیز ما به دو چیز نیاز داریم. یک محلول تیزابی، دو کاغذ لیتموس. برای اینکه تیزاب ها رو در محیط لابراتواری تشخیص بدیم و شناسایی کنیم، بعد دو تا چیز نیاز داریم: محلول تیزابی و کاغذ لیتموس.
کاغذ لیتموس چی است؟ کاغذهای لیتموس در محیطهای لابراتواری کاغذها یا نوارهای باریک و مستطیل شکل است که به قسمتهای مساوی تقسیم شده است و ما از کاغذهای لیتموس به داخل محلولهای تیزابی یا القلی استفاده میکنیم، آغشته میکنیم و از روی تغییر رنگی که بر روی کاغذ لیتموس ایجاد می شود ما تشخیص میتیم که محلول مورد نظر یک محلول تیزابی است یا که القلی. با انجام یک آزمایش و طرح که بر روی تخته سیاه براتون تشریح میکنیم، با این آزمایش ما میتونیم که در محیط های لابراتواری تیزاب ها را تشخیص بدیم. فرض کنید که 3 بیکر دارین در محیط لابراتواری. در هر کدام از بیکرها یک محلول تیزابی قرار گرفته است. در بیکر اولی محلول تیزابی HCl قرار دارد. در بیکر دومی هم محلول تیزابی H2SO4 وجود دارد و در بیکر سومی هم محلول تیزابی CH3COOH موجود است. خب دسته بیکر 3 محلول تیزابی قرار گرفته است. ما می‌خواهیم که به کمک کاغذهای لیتموس که در محیط‌های لابراتواری موجود است ما این آزمایش و فعالیت عملی را انجام بدیم و تشخیص بدیم که محلول‌هایی که به داخل این بیکرها قرار گرفته است تیزاب است یا که نه، و اگر تیزاب هست کدام یک ضعیف‌ترین تیزاب است و کدام یک قوی‌ترین تیزاب. خب کاغذ لیتموس که به صورت نوارهای باریک قسمی در محیط لابراتواری موجود است را استفاده می‌کنیم. اولین کاغذ لیتموس رو به داخل محلول HCl آغشته می‌کنیم. وقتی که به داخل محلول آغشته کردیم کاغذ را بیرون می‌کشیم و مشاهده می‌کنیم که کاغذ لیتموس به رنگ سرخ در آمده است. برای محلول دومی هم همین کار را انجام می‌دهیم و تکرار می‌کنیم. یک کاغذ لیتموس جدید را به داخل محلول H2SO4 آغشته می‌کنیم. و مشاهده می‌کنیم که کاغذ لیتموس باز هم به رنگ سرخ می‌باشد، اما در مقایسه با کاغذ لیتموس اولی و محلول اولی یک مقدار کم رنگ تر می باشد. پس به رنگ سرخ اما کم رنگ. یک کاغذ لیتموس جدید دیگر را به داخل بیکر سومی که دارای محلول هست باز آغشته می کنیم. و رنگ آن را مشاهده میکنیم و یادداشت میکنیم. رنگی که کاغذ لیتموس به داخل محلول سومی به خود میگیره یا تغییر پیدا میکنه هم باز هم محدودش رنگ سرخ میباشد، اما نسبت به کاغذ لیتموس دوم و سوم باز هم کم رنگ تر میباشد، بسیار کم رنگ است. از آزمایش که کاغذهای لیتموس ما به رنگهای متفاوت کم رنگ یا پررنگتر ظاهر شده است و تغییر رنگ پیدا کرده است، با کمک تغییر رنگهایی که بر روی کاغذ لیتموس شاگردها ایجاد شده است با مقایسه آن با پی اچ سنجی که در تصویر هم شما مشاهده میکنید، در تصویری که بر روی اسلاید برای شما نشان داده شده است که یک شاخصی داریم به نام شاخص پی اچ سنج که با تغییر رنگ هایی که بر روی کاغذ های لیتموس ایجاد شده است مقایسه میکنیم با این پی اچ سنج، با این شاخص پی اچ سنج. وقتی که مشاهده میکنید تشخیص میدین که کدام یک تیزاب
قوی تر است، کدام یک ضعیفتر و کدام یک از همه ضعیفتر می باشد که باز بر روی تصویر برایتان نشان می دهیم. از این آزمایش چی نتیجه می گیریم؟ از این فعالیت عملی شاگردها ما نتیجه گیری می کنیم. یک، کاغذ لیتموس به داخل محلول های هر کدام محلول های چی است؟ محلول های تیزابی است. کاغذ لیتموس به داخل محلول های تیزابی به رنگ سرخ در می آید. پس رنگ کاغذ لیتموس به داخل محلول های تیزابی برنگ سرخ در می آید یا تغییر رنگ می دهد. نتیجه گیری دوم را بر روی اسلاید تشریحاتش می دهیم. بعد نتیجه گیری دوم را می اینجا با هم نوشته می کنیم. شاخص پیرسنجی که پیشتر براتون اشاره کردیم شاگردان عزیز در محیط‌های لابراتواری قسمی است که مشاهده می‌کنید که یک سری نمبرهای در قسمت قرار داده شده است و همچنان یک سری رنگ‌های در این قسمت نشان داده شده است در این محدوده. رنگ‌ها و نمبرهایی که در این شاخص برای شما مشخص شده است محیط‌های تیزابی، خونسا و همچنان محیط‌های القلی را برای ما نشان می‌دهند. با توجه به فعالیتی که پیشتر برایتان بر روی تخته‌سیاه تشریح دادیم، با توجه به رنگ‌هایی که بر روی کاغذ لیتموس ظاهر می‌شود، می‌آییم مقایسه می‌کنیم با رنگ‌هایی که بر روی شاخص پی‌اچ سنج قرار داده شده است و محیط تیزابی و القلی یا خنثی آن را تشخیص می‌دهیم. محلول اولی که محلول HCl بود، رنگ کاغذ لیتموس آن یک رنگ سرخ پررنگ را ظاهر می‌کرد که تقریباً در این محدوده قرار می گرفت. خب بر روی شاخص pH سنج که شما مشاهده می کنید می بینید که رنگ سرخ پررنگ در یک محیط تیزابی قرار گرفته است. پس یک تیزاب فوق العاده قوی به حساب می آید. محلول دوم که H2SO4 بود با هم کار کردیم، وقتی که کاغذ لیتموس را با داخل محلول آغشته می کردیم باز هم رنگ سرخ اما کم رنگ تر ظاهر می شد و طور تقریبی در این محدوده قرار می گرفت که باز هم یک محیطی تیزابی است شاگردا، اما در مقایسه با محلول HCl خاصیت تیزابی آن ضعیف‌تر است. محلول آخری که CH3COOH بود را وقتی کاغذ لیتموس را با داخل محلول آغشته می‌کردیم رنگ کاغذ لیتموس تقریبا در این محدوده قرار می‌گرفت و باز هم دارای یک خاصیت تیزابی است چون در محدوده تیزابی قرار گرفته است، اما در مقایسه با محلول های اول و دوم کاغذ های لیتموس اول و دوم خاصیت تیزابی آن ضعیفتر می باشد و رنگ سرخ آن کمرنگ و کمرنگ تر شده است. پس از این آزمایش یا فعالیت عملی ما با مقایسه آن با پی اچ سن نشان دادیم و تشخیص دادیم که محلول هایی که به داخل سه بیکر انداخته شده بود با تغییر رنگی که بر روی کاغذ لیتموس ایجاد شد یک تیزاب می باشد. چرا؟ چون به رنگ سرخ در آمده است. و نتیجه گیری دوم که از فعالیت عملی می توانیم بگیریم این است که محلول اول که HCl می باشد تیزاب است فوق العاده قوی، بعد از او H2SO4 و در آخر هم CH3COOH که در محدوده قرار گرفته است ضعیف ترین تیزاب می باشد که نتیجه گیری دوم رو هم بر روی تخته‌سیاه با هم نوشته می‌کنیم. پس نتیجه گیری دوم خاصیت تیزابی HCl که محلول اولی می باشد بیشتر است از H2SO4 و H2SO4 بیشتر است از CH3COOH.
پس این دو نتیجه گیری رو از انجام این فعالیت ما به دست آوردیم. خب تا به اینجا شاگردان عزیز با خواص فیزیکی تیزاب ها و همچنان تشخیص تیزاب ها آشنا شدیم. در ادامه میخواییم خواص کیمیاوی تیزاب ها رو با هم کار کنیم. از جمله خواص کیمیاوی که تیزاب ها داره شاگردان عزیز، اگر یک مرکب تیزابی را به داخل یک محلل که از جمله آب می باشد حل شود، باعث می شود که جریان برق را از خود عبور دهد و ما شما می دانیم که عامل انتقال برق آیون های یک مرکب می باشد. پس بنابراین مرکبات تیزابی وقتی که برق را از خود عبور می دهند، پس به آیون های مربوطهشان پارچه می شود. به چنین محلول های الکترولیت گفته می شود. محلول هایی که جریان برق را از خود عبور می دهند، محلول های الکترولیت گفته می شود. نمونه و مثال هایی از محلول های الکترولیت تیزاب هاست، القلی هاست و نمک هاست. هم نمک ها، هم تیزاب ها و هم القلی ها می توانند با حل شدن به داخل یک محلل جریان برق را از خود عبور دهد و یک محلول الکترولیت به حساب بیاید. خب سایر مواد کیمیاوی شاگرد ها به دلیل اینکه به آیون ها تفکیک نمی شوند، برق را هم از خود عبور نمی دهند. به چنین محلول های غیر الکترولیت گفته می شود. نمونه و مثال هایی از محلول های غیر الکترولیت، محلول بوره میتونه باشد یا محلول الکل ها میتونه باشد که در تصویر زیر هم شما مشاهده میکنید. اگر محلول بوره داشته باشیم، چون محلول بوره به آیون های مربوطه تفکیک نمیشود، به صورت مولکولی در محلول باقی میماند. چون به صورت مولکولی باقی میماند، بنابراین جریان برق را هم از خود عبور نمی دهد. اگر به جریان برق وصل شود، مشاهده میکنید که گروهی که در مسیر جریان برق قرار گرفته است خاموش است و روشن نمی شود. این نشان می دهد که یک محلول غیر الکترولیت است. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تمام شد. امروز ما و شما در رابطه با خواص کیمیاوی تیزاب ها و خواص فیزیکی آنها آشنا شدیم. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین، خوب کار کنید در خانه های خود. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتان.